کار به همین صورت بوده. یکی دیگر از مهمانانی که امروز در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر سعید رحمانی هستند که ایشون سمتشون بنیانگذار و مدیر یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند به نام سراوا که فعالیتشون هم توی حوزه تجارت الکترونیک و حوزه وب هستش. از ایشون دعوت می‌کنیم که برای سخنرانی تشریف بیارن. با دستان گرمتون تشریف می‌شون. که تا آقای رحمانی تشریف بیارن، یکی از نکاتی که امسال میتونیم در رابطه با جشنواره وب بگیم هستش که تعداد وبسایت هایی که توی حوزه‌های مختلف شرکت کرده بودن توی انتخاب کمیته‌ای که انتخاب کمیته انتخاب آثار بودن، در اونجا هم از نظرات داوران ما که ترکیبشون بسیار هم بیشتر بوده و زحمات زیادی رو کشیدن برای اینکه در اصل رأی بدن و ارزیابی بکنن این سایت های مختلف رو، و همینطور در پنل خود وبسایت ها اگر دقت کرده باشیم میتونید ببینید که رأی داور و نظر داور تو هر کدوم از شاخه ها به خود مدیران سایت ها هم نمایش داده شده بود. آقای رحمانی هم تشریف بردن و دستانتون مجدد تشریف بردن. صحبت امروز ما در رابطه با کیمیاگری و نقش کارآفرینان هست. قرن‌هاست که دانشمندان و فیلسوف‌های جهان سعی کردند که فلزات ریاضیش رو به تراتب متاسفانه توجه مندران هیچ کس موفق نشده این کار انجام بده. برای یه پدیده‌ای در عرض چند دهه گذشته شکل گرفته که شاید زمینه این کار رو فراهم کرده باشه. صدها شاید از بعد به وجود آمدن به وجود بازارهای جهانی و بازارهای محلی، حالا به صورت فیزیکی از کانال فیزیکی مبادله می شده. حالا چه ماشین باشه، چه راه ابریشم برای ادویه و غیره و امثال ها می توانید. در عرض حدود 100 سال پیش هلندی ها برای اولین بار کالای مجازی رو در کانال های فیزیکی ارائه دادن. اولین شرکت سهامی دنیا توسط هلندی ها شکل گرفت، اولین بانک های دنیا توسط هلندی ها شکل گرفت و موضوع سهام و یا مسئله بیمه و غیره رو به وجود بردن. حدود شاید 10 تا 15 سال پیش، حداکثر 20 سال پیش، برای اولین بار دو دهه پیش حداکثر شرکت های مثل آمازون با فروش کتاب برای اولین بار کالاهای فیزیکی رو در از کانال‌های مجازی به دست مردم رسوندن و در عرض یک دهه گذشته برای اولین بار شرکت های مثل گوگل، فیسبوک و غیره
کارهای مجازی رو از کارهای مجازی به دست مردم رسوندن. این پدیده‌ای که در عرض 10 یا 20 سال گذشته شکل گرفته، شاید برای اولین بار تبدیل 0 و 1 به طلا رو ممکن کرد. شاید آرزویی که من خودم یادم بچه بودم، جوون بودم، مطالعه می‌کردیم و این ایده ها رو می‌شنیدیم، فکر می‌کردیم غیر ممکنه این کار، ولی این به نظر من حالا محقق شده. به طوری هم محقق شده که در کشورهایی که این رو پیشرو این کار بودن مثل آمریکا، تجارت الکترونیکی از تمام بخش‌های صنعت در اون کشور پیشی گرفته. کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، الان تقریبا بخش خاصی از صنعت نیست که بزرگتر از بخش تجارت الکترونیکشون باشه. این پدیده به کل دنیا رسیده، حتی در چین ببینید که اتفاق افتاده، در کشورهای حتی مثل ترکیه تجارت الکترونیکی یا تجارت مجازی به سطحی رسیده که از بخش از بخش‌های عمده صنعت اون کشور داره پیشی می‌گیره. چه کسایی این کارو کردن؟ سوالی هست. در حقیقت واقعاً کارآفرینان بودن که این کیمیاگری رو پیش گرفتن، به وجود آوردن. بعضی این اسما رو خوب می‌شناسید. استیو جابز، خدا بیامرز، بزرگترین شرکت دنیا رو به وجود آورد از این طریق. علاقه زیادی داشت به سی، سالهای سال فقط سی می‌خورد. بعد اسم شرکتش گذاشت سی یا اپل، و اپل تبدیل شد به موفق‌ترین و بزرگترین شرکت دنیا. آقای شامیرزایی، دکتر شامیرزایی به نیم صدریش اشاره می‌کردن. کارآفرینی که در اینجا به وجود اومد، تعداد کسانی که واقعا مشغول شدن توی شرکت اپل یا ثروتی که شرکت اپل برای آمریکا ایجاد کرد قابل مقایسه نبود. بیل گیتس بزرگترین شرکت نرم افزاری دنیا رو درست کرد. از کجا؟ یه جوان بود که هاروارد درسش رو قبول نکرده بود. روزی که با IBM قرار ملاقات داشت که قرارداد داس رو با IBM امضا کنه، اوایل سال 1980 کرواتش هم داشت، رفت بود ببره، مجبور شد تو راه یک کروات بخره، و آرزوش این بود که شرکتش از IBM بزرگتر بشه. و این اتفاق هم افتاد. در مقاطعی شرکت مایکروسافت عملا از IBM هم بزرگتر شد. قراردادی که بسته بود یک سافتور خیلی کوچیک رو برای یک PC خیلی کوچیک به موقع کسی جدیش نمیگره به وجود رو بود. فینگا مارک پینکوس در حقیقت نزدیک 1.5 بیلیون دلار ارزش ایجاد کرد با به وجود آوردن بازی‌های مجازی در فضای مجازی برای آدم‌های مجازی. این هم شاید مثلا 5-6 سال پیش مثلا در فکر نمی‌تونست بگنجه. دنیس کرولی، فور اسکوئر، ایده خیلی ساده، تلفن همراه، یه اتفاق کوچیک، یه حرکت ساده از طرف کاربر، درست کردن یه بازار مجازی. ولی ببینید چیه؟ اینا همه آمریکایی هست، همه چشمابی و قرمو. مثال با چسیه ها و کمو ها اتفاق افتاده. من دو نوع خواهد، من بزن با آرخا مثلا این نیست ادامه بدون که هر کشور نگاه کنی یکی دو نفر هم نیست، ولی عمر سنهوری از سنهوری مساری رو درست کرد توی مصر که در اینقدر پرداخت مجازی از طریق تلفن همراه و 110,000 عضو سایت شدن که این سرویس استفاده کرد. اندره آترینی توی آرژانتین این کار رو کرد، 120,000 پابلیشر رو تونست دور اسموشن گرده هم بیاره و یکی از بزرگترین بازارهای مجازی مارکت تبلیغات مجازی رو بود بیاره. نهزد آیدین توی ترکیه علاقه‌ش این بود که مواد غذایی رو از طریق مجازی
کالای فیزیکی از طریق مجازی رو به دست مردم برسونه. اخیراً نزدیک 44 میلیون دلار روی شرکتش اینوست شد، سرمایه‌گذاری شد. دیمیتری گریشن، بنیانگذار میل.ru، یه مخترع روسی، من کشورهای همسایه ما، یه سالی پیش، دو سال پیش توی اتوبوس با هم بودیم تو سان فرانسیسکو، نگاش میکردی اصلا بهش نمیومد که آدم خیلی پولداری باشه، ولی شرکت رو درست کرد، نزدیک 6 میلیون دلار رفت تو بازار بورس روسیه و بازار بورس لندن. یه آدم ساده، یه آدم تکنیکی که به علاقه داشت به تکنولوژی. آیا فکر میکنید این مسئله تو ایران نمیتونه اتفاق بیفته؟ یه نگاهی بکنید به آمار ایران در مقایسه با کشور همسایه‌اش. من اینجا ترکیه رو انتخاب کردم چون این مسئله بازار مجازی تو ترکیه در عرض 3-4 سال گذشته واقعا جا افتاده و به حدی رسیده که چندین شرکت خیلی بزرگ اینترنتی در دنیای مجازی توسط کارآفرین‌های ترک به وجود اومده. از نظر جمعیت خیلی شبیه ایرانه، از نظر شهروندی به دو کسی که در شهرها زندگی می‌کنن خیلی از این به ایرانه، از نظر سواد خیلی جمعیت ترکیه خیلی شبیه ایرانه، از خیلی زمینه‌ها از نظر فرهنگی غیره کشوری که شبیه ایران است. پس اگر تو ترکیه تونستن کارآفرین‌های ایرانی ترکیه این کار بکنن، ایرانی‌ها می‌تونن در ایران این کار بکنن. از یک نمونه رو دیگه بهتون نشون بدم، اینو درست شاید اینجا نتونید مشاهده کنید، این سبز خط سبز سوئد، قرمز آلمان و نارنجی آمریکاست، این خط آبی ایرانه، این خط آبی کمرنگ‌تر مصره. سال 95 وقتی من شرکت خودم تو آمریکا زدم، یه استارتاپ تکنولوژی بود، پنتریشن یا نفوذ اینترنت در آمریکا 10% بود. سال 2000 وقتی که شرکت‌های مثل آمازون و غیره شکل گرفته بودن، نفوذ اینترنت در آمریکا نزدیک 50% بود. یکم بریم جلو، بین سال 2007 و 2009 فقط در ایران نفوذ اینترنت از 20% رسید به 40%. آماری که الان هست حدود 50%. یعنی بس در عرض 2-3 سال ایران تونسته راهی رو بره که کشورهای غربی تونستن شاید در عرض 5-7 سال برن. بس نفوذ اینترنت در ایران به این مرحله رسیده که میتونه سرنوشت ساز باشه. واقعا میشه این زمینه رو پستر و بوش رو برده به این کار انجام بشه. در کنار این نفوذ استفاده از تلفن همراه در ایران از 100% گذشته. خیلی از شما احتمالاً جیبای دست چپ و راستتون رو نگاه کنید، حداقل 2 تا تلفن همراه دارید. اگر سومی هم ندارید، باید که جیب ندارید با خودتون بیارید. از چند خط مختلف دارید استفاده می‌کنید. خیلی ها در حال حاضر دارن رایتل استفاده می‌کنن و سیستم‌های 3G رو دارن تو ایران برای اولین بار اکسپریانس می‌کنن. این اتفاق اینقدر با سرعت داره در ایران اتفاق می‌افته که لازم نیست که 10 یا 15 سال طول بکشه که شرکت‌های اینترنتی در ایران که توسط شما داره شکل می‌گیره به موفقیت برسن. این بستر تا حد زیادی به وجود اومده. مسئله دیگه مهم موفقیت ما در این زمینه است که مسئله پرداخت مجازی است. پرداخت از طریق اینترنت هم کاملا جا افتاده. اکثر ما باز دوباره تو جیبمون حداقل 1 یا 2 کارت ATM یا بانک مجازی داریم. به نظر من مسئله حتی مهمتر از بقیه جدایی گفتم اینه که جمعیت ایرانه، 2/3 جمعیت ایران زیر سن 30 سال هست و از اون حدود 1/4 زیر سن 15 سال هست. این چیزی که اینجا مشاهده میکنه. اون شرکت های اینترنتی که